اگر دوست داری با دنیای تدوین آشنا بشی و از ادیت ویدیو هیچ چیزی نمیدونی و دوست داری خودت ویدیوهات رو تدوین کنی و یه تدوینگر حرفه‌ای بشی، با من تا انتهای این ویدیو همراه باش. من پوریام و اینجا چنل منه. به چنلم خوش اومدین. اگر اولین باری که این ویدیو رو داری نگاه می‌کنی، اینو بدونی که به صورت بیسیک دارم آموزش پریمیر 2021 رو میدم که این قسمت دومش هست. بهتون پیشنهاد میکنم قسمت قبلی رو حتما ببینید که لینکش این بالا قرار دادم. برای شروع من پروژه‌ای که توی قسمت قبلی ایجاد کردم رو باز میکنم و حالا میخوام سیکونس بسازم. اصلا سیکونس چیه؟ با سیکونس ما میایم تنظیماتی رو برای تایملاینمون مشخص میکنیم که مثلا ابعاد و سایزیه. ویدیویی که میخوایم در نهایت خروجی بگیریم چی باشه؟ خب برای ساخت سیکونس ما چند تا راه وجود داره. یکی اینکه بیایم توی پروژکت پنلمون کلید راست کنیم، نیو آیتم رو بزنیم و سیکونس رو بزنیم بسازیم. یا اینکه بیایم از قسمت فایل نیو سیکونس رو بزنیم یا کنترل ان رو بزنیم که کلید میان برش هست. قبل از اینکه سیکونس هم رو بسازم، من توی پروژکت پنل که الان هستم میام دسته‌بندی‌هامو از الان تعیین میکنم، پوشه‌بندی‌هامو رو انجام میدم تا از به هم ریختگی جلوگیری کنم. برای ساخت پوشه میتونم از این پوشه‌ای که اینجا هست نیو بین رو بزنم و یه دونه پوشه جدید بسازم، یا میتونم روش کلید راست کنم توی فضای خالیش من نیو بین رو بزنم. پوشه‌ای که میسازه رو اسمش رو میذارم سیکونس و اینتر میکنم. خب دابل کلیک میکنم تا وارد پوشه بشم. حالا اینجا سیکونس هم میسازم و تمامی سیکونس هایی که در آینده میسازم رو توی این پوشه قرار میدم تا وقتی که خواستم بهشون مراجعه کنم خیلی راحت بتونم پیداشون کنم و دچار سردرگمی نشم. خب برای ساخت گفتم میتونم از چندین راه استفاده کنم که من از کلید میانبرش استفاده میکنم. تو پنجره که برام باز میکنه از قسمت سیکونس پریست میتونم فرمت بندی های مختلف رو بهش بدم. برای دوربین های DSLR داره، برای دوربین رد داره، وی آر داره، گوپرو داره و کانون و غیره، که ما برای دوربین های DSLR، میرورلس و حتی فیلم هایی که با گوشی میگیریم از فرمت دیجیتال SLR استفاده میکنیم. از پوشه هایی که برامون باز میکنه 1080 رو انتخاب میکنیم متناسب با نیازمون، ولی اکثرا 1080 و 25 فریم رو من همیشه انتخاب میکنم. از قسمت سیتینگ میتونم باز اینجا فریم ریت هاش رو تغییر بدم و سایزش رو اینجا هم میتونم تغییر بدم. مثلا الان 1920 در 1080 هست به صورت افقی. اگر بخوام سایز IGTV باشه و به صورت عمودی باشه، سایزش میشه 1080 در 1920. همونطور که میبینید 9 به 16 شد. قبلی 16 به 9 بود. اگر بخوام ابعاد مربعی برای پستم در نظر بگیرم، 1080 1080 که بزنم، میبینید که ابعاد جلوش 1:1 میشه. یا اگر بخوام پست فول صفحه بذارم 1080 در 1350 هست، این 1080 1350 میشه 4:5. و با ابعاد مختلف اینجا ما سر و کار داریم و اینو یادتون باشه که متناسب با سایزی که میخواین خروجی بگیریم ویدیوهاتون رو اینجا ابعادش رو وارد کنید. ولی در جلوتر بهتون میگم چطوری میتونیم برگردیم مراجعه کنه اگر نیاز بود و این ابعاد رو دوباره تغییر بدیم. خب من اول 1920x1080 اش میکنم که همون فول اچ دی بشه، 16:9 بشه و به بقیه تنظیمات دست نمیزنم. فقط اینجا اسم میتونم بدم که اسم رو هم بهش میدم و اوکی میکنم. وقتی اوکی رو زدم برام تایملاینم رو هم میسازه که این پایین میتونیم نگاه کنیم که 3 تا لاین صدا داره و 3 تا لاین ویدیو. توی قسمت پروگرام که بالا سمت راست بود، همونطور که گفتم میتونیم تمام چیزایی که اتفاقایی که توی تایملاینمون میفته رو به همون نمایش بده. چون تایملاینمون الان فایلی درونش نیست، به صورت سیاه هستش و سیکونسی که ساختیم توی پوشه سیکونس قرار گرفت. اگر من این بک رو بزنم، پوشه رو میبینید که یه دونه آیتم داخلش وجود داره. میخوام یه سری ویدیو به پروژه اضافه کنم، باز یه دونه پوشه دیگه میسازم به عنوان ویدیو و واردش میشم. شما میتونید پوشه بندی انجام ندید، ولی اگر انجام بدید دسته بندی میشه و راحت تر میتونید به کاراتون برسین و هر موقع خواستین راحت فایل رو پیدا کنید. برای وارد کردن فایل به پروژمون میتونیم چند تا کار رو انجام بدیم. یکی اینکه بیایم از قسمت فایل ایمپورت رو بزنیم و فایل مورد نظرمون رو بهش لوکیشن بدیم و وارد کنیم، همونطور که دیدیم. یا میتونیم دابل کلیک بکنیم و فایل بعدی رو انتخاب کنیم، یا میتونیم کلید راست بکنیم توی یه فضای خالیش ایمپورت رو بزنیم و فایل بعدی رو سلکت کنیم، یا نه میتونیم به صورت دستی درگ اند دراپ کنیم و داخل این قسمت بندازیم. بعد از اینکه انجام دادیم، من بهتون گفتم پنل سورس میاد یه پریویو از ویدیوها بهمون نمایش میده. الان اگر من دابل کلیک کنم روی ویدیو، میبینید که
یه پریویوی داره به هم نمایش میده و داخل تایملاین هم هیچ چیزی نیست که توی پروگرام پنل بخواد نمایش بده. من اگر بخوام همین فایل رو به داخل تایملاین هم اضافه کنم، کافیه درگش کنم از پنل سورس و بندازمش داخل تایملاینم، یا نه باز به پوشه ویدیو میرم، میتونم از اینجا درگش کنم و مستقیم بندازم داخل تایملاینم که هیچ فرقی نداره. بهتون گفتم یادتون باشه ابعادی که وارد میکنید حتما توی سیکونستون درست باشه. من یه سیکونس دیگه با یه ابعاد دیگه میسازم، میخوام یه دونه پیام رو بهتون نمایش بدم. میام مثلا سایزش رو میکنم 1080x1080 به صورت مربع باشه و اوکی رو که بزنم میبینید که پروگرام پنلم به صورت مربع قرار داده شد. حالا این ویدیویی که به صورت 1920x1080 یا فول اچ دی بود رو وارد این سیکونس یا تایملاینی که به صورت مربع شکل هست میندازم و همونطور که میبینید یه دونه پیام به هم میده به اسم کلیپ میس مچ وارنینگ. این پیام به هم میگه که فایلی که الان وارد تایملاینت کردی ابعادش با سیکونس یا تایملاینی که ساختی متفاوته. دو تا راه برامون قرار داده، یکی این که بیایم ابعاد سیکونس رو تغییر بدیم به ویدیومون، یا این که نه سیکونس رو ابعادش رو دست نزنیم و ویدیو رو فقط وارد کنیم. من بهتون پیشنهاد میکنم که فقط ویدیو رو وارد کنید، چون اگر چنج رو بزنید باعث میشه تنظیمات ویدیویی که تغییر داده بودین مثلا برای پست اینستاگرام که به صورت مربع هست به هم بریزه. من الان چنج رو میزنم و میبینید که به صورت مستطیل شد. الان من دوباره کنترل زد رو میزنم تا به صورت مربع تبدیل بشه و دوباره فایل رو وارد میکنم. این دفعه کیپ اگزیستینگ ستینگ رو میزنم و همونطور که میبینید کلیپی که الان داره نمایش میده بخشیش وجود نداره و حالا من باید بیام مثلا از بخش افکت کنترل ویدیو رو انتخاب کنم، سایزش رو تغییر بدم تا سایز مناسب با چیزی که میخوام به دست بیاد. اگر مثلا توی سیکونسی باشیم که فول اچ دی باشه یا هم تایملاینی که داریم و ویدیویی که وارد میکنیم 4K باشه، ابعادش بزرگتر هست، باید ریسایزش کنیم و کوچیکترش کنیم. اگر 480 بندازیم یا 360 بندازیم ابعادش رو باید دوباره ریسایز کنیم و بزرگتر کنیم تا فول اچ دی بشه. یه روش دیگه ای هم برای وارد کردن مدیا به پروژه‌مون وجود داره، یا همون فوتج به پروژه‌مون وجود داره. توی قسمت قبلی من اومدم مدیا بروزر رو حذفش کردم، گفتم نیاز بهش ندارم، ولی الان مثلا اگه بخوام بهش دسترسی پیدا کنم میام از ویندو مدیا بروزر رو پیدا میکنم و تیکش رو میزنم و پنلش رو این گوشه برام اضافه کرد که من درگش میکنم و میذارمش این بالا. همونطور که میبینید درایو هام رو به هم داره نمایش میده و مثلا میتونم برم توی پوشه که مورد نظرمه و ویدیوم رو وارد پروژه‌ام کنم که میتونم مستقیم درگش کنم داخل تایملاینم، یا میتونم ایمپورت بزنم و واردش کنم داخل پوشه‌ای که ساختم، به این صورت هم میتونم واردش کنم. میتونم باز پوشه‌ای به عنوان فیوریت بسازم و فایلامو اونجا توش قرار بدم و همیشه در دسترس باشه. مثلا من قبلا یکی از پوشه‌های موزیکم رو به عنوان فیوریت بهش شناسوندم که میام به راحتی به موزیکایی که به عنوان بک‌گراند یا زیر صدا استفاده میکنم راحت دسترسی بهش دارم و میتونم ازش استفاده کنم و دیگه نیاز نیست کلی برم توی مای کامپیوترم دنبال پوشه‌ای که توش موزیکا رو قرار دادم بگردم و اینجا راحت‌تر بهم دسترسی میده. امیدوارم از قسمت دوم مجموعه بیسیک صرف تا صد پریمیر لذت برده باشین و تونسته باشین تایملاینتون رو بسازین و فایلاتون رو به صورت دسته‌بندی شده که بهتون توضیح دادم وارد پروژه‌تون کنید. با قسمت بعدی به زودی برمیگردیم که کلی اتفاق جالب قرار داره توش بیفته. حتما کلیپ‌هایی که انتهای این ویدیو بهتون پیشنهاد میشه رو نگاه کنید که کلی میتونه کمکتون کنه.